بریم سمت چپ. کوریر سمت چپ از قسمت چپ اول اوریجینیت میشه، نشأت میگیره و میاد یه در واقع یک لفت مین میسازه صرف تا 10 میلیمتر. ممکن یعنی چی؟ یعنی ممکن یک لفت مینی نداشته باشیم و یا ممکن یک لفت مین بلند داشته باشیم. اوکی، اونجایی که لفت مین نداریم دیگه میگیم دو تا استیون داریم، دو تا دهانه داریم. خب سمت چپ میاد پایین‌تر، حالا هر لفت مین با هر اندازه‌ای که داره میاد دو شاخه میشه. یکی میاد حالت قدامی‌تر بهش میگیم LADL، Left Anterior Descending Artery یا LADAR یا LADL اسمی مختلف بهش میگن اگه یادت داره. یکی هم میاد Left Circumflex میگیم، LCX میگیم، که میاد قسمت کناری و گاه‌گداری افقم تحتانی و پشت قلب رو چیکار می‌کنه؟ پشت قلب رو خونسانی می‌کنه. LADL هم که میاد قدام قلب قسمت اعظم تقریبا 60 تا 70 درصد بطن چپ و اپکس قلب، حتی میر زیر اپکس هم ممکنه 2 3 سانت بره زیر اپکس هم چیکار کنه؟ خونرسانی میکنه. این قسمت هایی است که شما دارید و یکی از مهمترین قسمت هاش کجاست؟ 2 سوم قدامیه، در واقع دیواره بین بطنیه که شاخه های سپتال بهش میگیم که الان براتون توضیح خواهم داد. کنار اینها میاد 45 درصد خونرسانی گره اس ای رو براده داره که گفتم اکثر خود از کجا میاد؟ از LCX میاد. LCX دودن 40 تا 45 درصد داره، 40 تا 45 درصد خونرسانی اس ای رو براده داره و 10 درصد خونرسانی ای دی رو هم براده داره. خب سمت چپ دوستان نگاه کنید که با مختصاتش آشنا بشید. لفت مین اینی که میاد همیشه نوک قلب، میاد جلو تا نوک قلب میشه ای دی. اینی که میره کنار قلب میشه LCX. از یه زاویه دیگه هم باید دیگه ببینیم این لفت بینه از داریم از الو الان میبینیمش، از الو میبینیم، از سمت چپ میبینیمش. خب از سمت چپ میبینیم و این لفت بینه، این در واقع LAD هست، این هم LCX. حالا بریم وارد جزئیاتش بشیم. خب این لفت کورنر آرتریه، مختصاتش هم معلومه. مثلا اینجا سه شاخه‌ای شده، یه دونه راموس هم زده، الان بیشتر توضیح میدم براتون. پس سه شاخه ممکنه بس سمت چپ سه شاخه داشته باشه به جای دو شاخه، شاخه قطعی هم مثل اینجا داشته باشه. اوکی، و ممکنه این مثلا نمای الوگودار دوستان که از بالا داره ایش نمای پنجه‌ای هست، اصطلاحا میگن از بالا داره نگاه کنید، نمای بسیار عالیه برای اینکه شما لفت مین و پروگزیمال الیدیال سیکس رو خوب ببینید. نمای الوگودار که اینجا میبینیم آره این جلوتر شاخه سپتال و دیاگونال. شاخه سپتال معمولا از سمت راست، از سمت راست الیدی خارج میشه و شاخه دیاگونال ها از سمت چپ الیدی خارج میشن. ببینید اینجا بهتون نشون بدم، این الیدی دوستان درسته شاخه سپتال از این سمتش خارج میشن. بعضی وقتا شاخه سپتالش خیلی بلنده، ممکن این موردی هم داشته باشیم، ولی اکثر اوقات شاخه سپتال ها خیلی نازکن یعنی حتی به درد پی سی آی کردن هم نمیخورن. و شاخه سمت چپ معمولا که به سمت چپ و لترال میره، به سمت چپ و لترال میره، میشه شاخه های دیاگونال، ها دیاگونال یک دو ممکنه تا سه داشته باشیم. و اینجا رو نگاه کنیم، مثلا اینجا نوار میگم نوار آنجوی جالبی است. این لفت مینه، حالا لفت مینش تنگی داره کاری نداره، این لفت مینه درسته، دو تا شاخه میشه درسته. این الیدی شاست، حالا الیدیش هم که تنگی داره بازم کاری نداریم. نکته مهمش اینه الیدیش خیلی چقدر کوتاهه، یعنی یه الیدی خیلی کوتاه زده. بعدش چی شده؟ دو تا شاخه سپتال شده و دیاگونال. اصلا اینجوری میشه گفت این بیمار اصلا الیدی اگه داشت باید میومد این تا اینجا اصلا نداریم چه شریانی. چرا؟ چون سپتالش خیلی بلند شده. این قطعا فقط سپتال نیستا، چون سپتال انقدر نیاز به خون نداره، این داره به قسمت بطن چپ هم خونرسانی میکنه و دیاگونالش هم قویه. نگاه کنید یه دیاگونال خیلی قوی داره، شاخه هاش هم قشنگ اومده، داره همه جا رو خونرسانی میکنه. پس تو مواردی هم ممکنه ما اصلا یه لفت مین خیلی کم پیش بیاد، ولی ممکنه چنین حالتی هم داشته باشیم. تو اکثر اوقات که لفت مین اون بلنده تا اینجاست، تا اپکس قلبه، تا نوک قلب. چی گفتم؟ این لفت مین بله اون الیدی ادامه الیدی اونم دیاگ بزرگه دیگه. این هم الیدی درسته؟ با این اومده الیدی. نه این الان شاخه سپتالش محسوب میشه. نه سپتال این اون دوم بار شده پایین و الیدی تو الیدی دیگه. ببینید این اینجا رو میبینید، اینجا الیدی شروع شد. درسته؟ خب اینجا اومده چی؟ دیاگش. درسته؟ این هم الیدیش کوتاه شده، شاخه سپتالش زده. نه اونی که تهش برگشته شبیه دنبالی که دیگه خط کتاب داره میشه LED. من یه خاطره بگم از آقای حسنی، خب تو را هستم
ما رفتیم یه کلاسی تهران چهار هفته کلاس بودیم با استاد بخشی اون مرکز برد بودیم. بعد آی حسنی خیلی مسلطن به کرونا. بله و اونجا یک بحثی پیش اومد بین استاد بخشی و حالا اینو نمیگم خدای نکرده که به شما جسارت بشه. نه خواهش کنم. تو شناخت کرونا آی حسنی کارش پیسته. آی بخشی پیش اومد تش وقتا معلوم شد که اون حرف حرف آی حسنیه و اینو خیلی تشویق کرد. تمام که الان میگیم حرف آی حسنیه. حسن حسمند آقای حسنی حسنی کورنر حسن حسمندش حسنی 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 تشکیل کردن بچه سبزوار رو چون از تمام طبعه میشه گفت شهرها بودن تو اون جلسه و بعد از روز دوم سوم به ما گفتن که آقا شما بیایید کنان ما بچه بگید هستید چون کمتر شهر پیش میاد که بچه هاشون در مسلط باشن به کورنه و آنجیوگرافی هم این تحقیل هستید آره بسیار همی تبین میگم به نکنی که افتخار فعلی میکنم به سرزاران نما که باید که مهمیه یاد بگیریم مشکلی با این حضیه نداره در این اینکه هر وقت خوبه اصلا میره برای چه دو بگیره حسن مابرون من میگم LED که قرار میومد تا اینجا میومد نداریم چنین چیزی رو بدونی چی میگم؟ میگم LED شورت کوتاه باید بیاد تا اینجا درسته؟ ما اینو نداریم نه این کوچیک اول میده LED بالا آره اینجا سپتال حساب کردی شما الان نه سپتال اینجا حساب کردم بعد از مشتری آره اینجا سکتار اینجا حساب کردم آقا ها نه ما جسارت نمی کنیم بگه آره این نکاتی هست ما حتما بگیم جدی میگم آره ما یاد میگیریم از شما قطعا ایشون حرفه‌ای تر هم بهتر حرف هم بلد حالا فیلن تیزمون دست شما از اگه ببینم نه نه خدا ما بسی مسئولی نیستیم از قبضه ها را بگویم از قبضه های ها هم اونجا بعد جاکی بود جایزی ها بخند تیزمون دست ما هم میاد از قبضه ها شما لده بگیم محال یه زنده نه آقای بعد این هستی نوانده نیشابه بود دسته تیزمون دسته میکروفون دسته شده خب چه؟ شما بیا از شما یه هستیم من درمانی باید برم خب خدمت را از به اینجا بسیاری شد افتمهی درسته؟ این که LED هست این هم سیر کمپلیکس چرخیده درسته این هم شاخهای سپتارش گفتم شاخهای سپتار اکثر خواه چی هست؟ خیلی نازم و ضعیف کوچیک هستن بسیار هست این هم شاخهای چیه؟ دیاگونالش هست شاخهای دیاگونالش هست بله این هم LEDه که LEDش خیلی شدیده گرفتگیش و شاخهای دیاگونال این هم که سیرکونفلکسش اومده کنار و چرخیده این هم اولش هم لفت مین دوستان لفت مین LED که شاخهای دیاگونالش و سپتارش هم مشخصه و سیرکونفلکس و OMLش خب این هم یه نمای دیگه هست که RCAه این هم لفت مینه این هم LED استنت براش گذاشتن و LCXش و شاخه OMLش شاخه‌های دیاگونالش و شاخه سپتالش از زوایای مختلف خب لفت مین رو هم دیگه ببینید دوستان این لفت مینه نمای الکتروداری اینجا و انتهای لفت مین هم یه تنگی داره قشنگ تو محل بایفورکیشنش یه تنگی داره LEDش و LCXش LEDش و LCXش درگیره اینجا هم با لفت مین رو ببینید دوستان این LCXه این هم LED دوستان این هم دیاگش هست این LEDه، این هم دیاگش هست این هم LCXه که دقیقا تو محل دو شاخه شدن یا بایفورکیشن شما تنگی دارید بازم اینجا لفت مین خیلی کوتاه LCX و LED از نمای بالا خب بازم از اینجا چند تا نما پشت هم نشون میدیم اینجا مالی چاکدی راموس هم زده این وسط یعنی لفت مین سیلیکونفلکس نمای الکتروداله این هم LEDه یه راموسی هم این وسط زده شرایط میدین هم بهش میدن و این هم جز مواردی هست که چی شده؟ استیوما جدا شده یعنی بیمار اصلا لفت مین نداره ممکنه شما مجبور باشی برای اینکه چپ رو کلا بگیری دو تا استیوم رو در واقع اینجکت بکنی این هم LCX دوستان OMشه و این هم چیه؟
خدمتتون عرض بکنیم که LED هست. این شاخه‌ای که اینجا می‌بینیم احتمالاً باید SA نود باشه. من حدس می‌زنم. شما هم حدس می‌زنید که به سمت بالا داره میره. می‌بینید؟ این داره به سمت بالا داره میره. آره اصلا شما خود درزان ایجیره بگوید. خب اینم آینم جزء موارد جالبه. نگاه کنید اینجا اومده RCA و لفت مین با هم از این نقطه اومدن. RCA و لفت مین اومدن که این RCA هست، این سمت چپ کلن. خب سمت چپ که خب لفت مین RCA مای تنگی تقریبا 100% داره دیگه، تقریبا کارت شده و از این سمت لفت مین ماست. این لفت مین ما جزء موارد خاص هست. left main RCA یعنی انگار شما در واقع یه دونه اوریجین دارید، یه دونه فقط، هم RCA توشه، هم LED توشه، هم L6، یه دونه اوریجین هست. خب اینم LEDه، این تصویر داره اهمیت LED رو میگه، اهمیت LED. چرا؟ چون اگه LED پروگزیمالش بگیره کل سمت چپش میره. یا کنید اهمیت LED توی تصویر کاملا واضح هست. به چقدر مهمترین جا و چه تریتوری بلند و وسیعی داره که اگر دیدید بیمار ایدیش گرفته بدونید چه جای عظیمی رو قرار خونرسانی انجام نشه توش. این هم از ایدی. اینجا باز ایدی قسمت پروگزیمالش تنگه، تنگی شدید داره. باز همینجا اینو ایدی هم دوستان، نمای ایدی هم L6ه، این کنار هم L6. باز همینجا L6 LED بلند و شاخه‌های سپتار و شاخه دیاگونال. اینجا هم لفت مینه، LED بلند میاد تا نوک قلب. ببینید حتی از نوک قلب هم میره پایین تر، میره پشت قلب. ببینید چرخیده رفته پشت قلب. چه رفت و بله. و اینم LCX دوستان، اینم LCX که اینجا کات شده، رد شده. باز هم اینجا نمای LED که نشون میده خیلی مهمه. اینجا رو نگاه کنید دوستان، left anterior descending دوستان که اومده چیکار کرد، تنگیای خیلی شدید تو قسمت‌های مختلف داره و خدمتتون عرض بکنیم که کات شده، LED کات شده و از این کنار از طریق کونوس برانچ داره retrogradely فیل میشه، پر میشه. ببینید کونوس برانچ اومده پایین تا انتها، از اونجا داره LED رو چیکار میکنه، پر میکنه. چرا؟ چون LED ما از اینجا کات شده، LED کات شده و کنوس داره چکارش میکنن؟ کنوسی که سمت راست بوده داره پرش میکنن. این هم LCX رو دوستان نگاه بکنید، شاخه های LCX و شاخه OM. اینجا نگاه کنید OM از خود LCX چیه؟ بلندتر و طولتر، یعنی این احتمالش وجود داره شاخه از خود تنه اصلی چی باشه؟ قطولتر باشه. بسیار عالی. OM در واقع به قسمت پوستری لترال و حتی از عضلات پاپیلاری هم به SNود هم ببخشید SX خونرسانی میکنه. خب خدمت تو هستیم، دو تا اصطلاح داریم، رایت دامیننت و لفت دامیننت. اینا رو هم توضیح بدم خدمتتون. رایت دامیننت و لفت دامیننت که دیگه ده تعارف بشه تریگون رو تعبیر بدید. و رایت دامیننت و لفت دامیننت بس چه دوستان این شکلیه که اگر PDA ما توسط RCA ساخته بشه میگیم چیه؟ بیمار رایت دامیننته. یعنی RCA انقدر بلند بشه که دومه در واقع ما رو که همون PDA باشه تشکیل بده. درسته مثل اینجا بینید چه PDA بلندی زده RCA، به اینا میگیم رایت دامیننت. و اکثر بیمارای 90% بیمارها، حالا 85 هم دیدم، 85 تا 90% بیمارها PDA شون توسط RCA ساخته شده یا رایت دامیننت هم. برعکسش ممکنه LCX ما بیاید PDA رو بسازه. اگر LCX PDA رو بسازه که معمولا تو 10% افراد هست، 10-15% افراد، به اینا میگیم left dominant. خب بعضی ها co-dominant هن. یعنی چی؟ یعنی هم RCA و همچی LCX اومدن انتها و پشت قلب رو دارن خون رسانی میکنن. انگار شما دو تا PDA داری، پس کوردامیننت ها یعنی هم RCA و هم LCX دارن چیکار میکنن؟ خون رسانی رو در قسمت پشت انجام میدن و اسمش میذاریم PDA. پس نگاه کنید، پس ممکنه از سمت راست بیاد PDA، از سمت راست بیاد، ممکنه از سمت چپ بیاد. درسته؟ این PDA از سمت چپ از LCX اومده و ممکن از هر دو طرف بیاد. پس این میشه راست قالب، رایت دامیننت. این یکی که از چپ اومده LCX، این LED دوستان، خب این LCX، LCX اومده کنار قلب.
السیلیکسه اومده چی تشکیل داده؟ پیدیه رو تشکیل داده. و اینم که چیه؟ هم در واقع از سمت راست اومده، هم از سمت چپ اومده. به اینا میگن کودامیننت. خب کراکس کجاست؟ کراکس محلی است که پیدیه جدا میشه، اوریجینیت میشه، جدا میشه. اون میگن کراکس. معمولا وقت دیلیزا و عطا اصلا جدا بکنی، پشت قلب عطا، پشت جلوی قلب نه. پشت قلب اصلا جدا بکنید، نقطه ای که اصلا جدا میشن رو میگن کراکس، که محلی هست که اونجا معمولا گره ایوی خونرسانی شروع میشه، گره ایوی خونرسانیش شروع میشه. اینجا نگاه کنید، این از آرسی دوستان چرخیده اومده کنار و رفته پایین، به این میگیم چی؟ پی دی ای تا صحبت کردیم، درسته؟ این راست قالبه، اونجایی که داره جدا میشه ازش بهش میگیم چی؟ کراکس. اون محل رو میگیم کراکس که چسبیده به سینوس کروناری هست. بعد اینجا ببینید، این الان قسمت پشتی قلبه، اینم کراکس هست، اینم پی دی ای دوستان، این شریان پی دی ایه. کراکس محلی هست که پی دی ای از اونجا شروع میشه یا اوریجینیت میشه و معمولاً هم معمولاً با زاویه گفتم 80 تا 90 درجه هست. پوستریور قلب هست و به شکل دیسندینگ میره پایین. این فضای اگه از راست باشه همین رو اصطلاح رو بگیم. بله بله، اکثر خود همیشه که بیمار راست قاله باشه، احتمالی که از سمت راست داره خونرسانی میکنه بیشتر. فرای کراکس اون محل تلاقی دو تا شیار دیگه. بله بله، دیلیز ها و بطن ها وقتی که از هم جدا میشن محل شیار که میشه کراکس که پشت بله. پی ال وی مرگ به سمت فرای کراکس خونرسانی نمی کنه. پی ال وی بله، پی ال وی از همونجا جدا میشه. نه نه، پی ال وی شده همشون کار نداره. بله خونرسانی، یعنی شما پی ال وی از ته قلب که میچرخه میره به سمت بالا، میره به سمت فضای کراکس دیگه، اونجا گره ای وی رو خونرسانی میکنه. ببینید پی ال وی دقیقاً از محل کراکس تقریبا جدا میشه. ببینید شما دو شاخه، درسته؟ یکی میاد پایین، یکی میره بالا، حالت بالا رمنده داره. اینی که میاد پایین پی ال، اینی که میره بالا پی ال. از همین پی ال شما ممکنه شریانی جدا بشه، ممکنه از همون محل دو شاخه شدن شریان جدا بشه که بهش میگیم ای وی برانچ. ای وی برانچ میاد گره ای وی خونرسانی میکنه، یعنی ممکنه ای وی برانچ از خود پی ال نشأت بگیره، و ممکنه از محل دو شاخه شدن نشأت بگیره و بره به دوای شاخه جدا ممکنه داشته باشه، بره به ای وی خونرسانی. پس نمیشه گفت که صرفا اون گره ای وی رو فقط پی ال وی خونرسانی میکنه؟ نه 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 نه، گفتم ممکنه سمت راست خونرسانی میکنه یا خود پی ال وی یا شاخه جدا از اون، ممکنه اصلا سمت چپ خونرسانی بکنه، هر دو حالتش هست، ولی بیشتر سمت راست هست. خب جریان های کلاترال هم دوستان، جریان هایی هستن که بیمارا اگر سمت راستشون کات بشه، درگیر بشه، ایسکمی بشه، هایپرپرفیوژن بشه، سمت چپ معمولاً به کمکشون میان با شریان هایی که از قبل بودن اما فعال نیستن. معمولاً تا دو هفته، یک تا دو هفته این شریان ها فعال میشن. وقتی بیمار شروع به در واقع درگیری و ایسکمی بکنه، این شریان ها فعال میشن، رشد میشن و بزرگ میشن و کم کم شما میتونید تو آنژیوگرافی هم حتی اینها رو ببینید. تو آنژیوگرافی هم میتونید حتی اینها رو ببینید، حتی تصویرش رو ببینید. یه سری شرایط هست، مثلا بیماری کرونر، هایپوکسی های مزمن و یا هایپرتروفی میوکارد، وقتی خلل بزرگ بشه دیمندش میره بالا دیگه، درسته؟ و باعث میشه که این شریان ها چیکار کنن؟ رشد بکنن. و معمولا وقتی بیمار سی ای بی سی بکنه این شریان غیر فعال میشن، چون نیاز دیگه بهشون ندارن، داری از طریق یه اس وی جی یا شریان لیما و یه خونرسانی میشی. اونایی هم که مسن‌ترن طبیعتا کلسترول بهتری دارن، به خاطر اینکه ایسکمی بیشتری تجربه کردن، ولی جوون چون تجربه نکرده ایسکمی رو کلسترول هاش آماده نیستن و برای همینه که ممکنه ام آی اونها شرایط وخیم‌تری رو ایجاد بکنه و ممکنه ایجکشن فرکشن 20. اصلا یه پیرمرد ممکنه ام آی کار ال ای دی کات بشه، ای اف اش مثلا 15% بیفته، یه جوون ممکنه 30% بیفته. علتش اینه که کلسترول اصلا نه جان کامنت دادن برای اینکه بله بله بفرمایید در جواب بیفته. تو هم اگر قرار کلسترول تشکیل بشه پس چه نیازی هست ما بیام اصلا اسم بذاریم؟ خب شما میدونید که در همون ساعت ابتدایی که یک رگ کات میشه کلاترال شروع میکنن به تشکیل شدن، یعنی شما در عرض کمتر از 6 ساعت هم میتونید که کلاترال میتونه تشکیل بشه. خب پس چه نیازی هست ما رگ باز کنیم؟ کلاترال داره تشکیل میشه دیگه. مثالی که دکتر ساجدی برای ما میزد همیشه تو آنژیوگرافی که هم شرایط تندرست اتفاقا
میگفت که شما یه جوی آب رو در نظر بگیرید که داره میرسه به یک استخر یا به یک زمین کشاورزی. خب شما جلوی جوی آب رو که بگیری قطعا به قول سرزاره راجوی درست مونن، یعنی میره یه جوری از یه جای خودش رو میرسونه به اون استخر، آب میرسه. بله در نهایت هدف اینه که آب برسه به اون زمینه یا به اون استخر. خب پس چه نیازی هست مثلا قرگ رو باستون بزو برم اینجور کلترال رو باشه دیگه. بله متوجهم. ببینید زمان موضوع مهمی هست، شما اینکه منتظر باشی به امید اینکه کلترال ها خون برسونن، شما یه زمان 6 ساعت بیشتر نداری، تازه 6 ساعت آخرش هست. بعد هم اکیوت ام آی نکن، اکیوت ام آی بعدش جدا تو رگ سی تی او مثلا، خب مثلا اون رگیه که آقا به صورت مزمن گرفتگیش شدید شده، کلاترال ها تشکیل شده، خیلی از مریض ها هستن های قدیز باده میان با ایف 55%، ولی مثلا ایسیکسش کاته کلاترال داره. خب چه نیازی ما بریم سی ای بیجیش کنیم؟ چه نیازی هست ما بریم مثلا سی تی او کار کنیم یا بخواییم رگش رو باز کنیم؟ کلاترالش هست دیگه. خب دلیل شما؟ میگم مثلا چه نیازی پس به پی سی آی هست؟ چه نیازی به سی ای بیجی هست؟ خب ببینید کلاترال ها آیا این تضمین وجود داره که در زمان دیمند بالا عمل کنن؟ احسن نکتهش همینجاست اتفاقا دیگه، نکتهش همینجاست دیگه. مخواست رسته به چارش بکنم اما از آقای کاشن احمد کردی گفتیم تا باید که کامنت ها بیدیم که برخواه بچه کیست امنه یا اونی ما بیست دیگه ما شما نظر بعضی از پزشکایی که رفرنس هم هستن اینه که آقا تمام ارزش یک بخش آنژیوگرافی و این همه هزینه تماما به فقط رسیدگی بیماران اکیوت ام آی هست. یعنی این تصور و این ایده هنوز هست که آقا خیلی از مریضایی که ما روشون کار میکنیم نیاز به کار کردن ندارن و صرفا یک آنژیوگرافی بیشترین کمک که میکنه به مریضای اکیوت ام آی هست. ولی توی زمینه اختلاف نظر زیاده. بعضی میگن مثلا نمونش من یه مثال مرموز بزنم برای بچه ها تو شما که استادی نه خواهش ما مریض داشتیم که اومد L6RCA کار و بخواه کلاترال های خیلی زیاد EF 55%، طبعا بگو آقا من تو زندگی هیچ مشکل هم تو کار روز مردم، ولی وقتی میدم سر زمین کشاورزی به مشکل میخوام. چرا؟ چون اون ارزوشتوال های یکی دیگه نیست. ولی این دوستان رفرنس هایی که میگن آقا نیاز است به کار کردن توجیهشون همینه که در زمان خاص این کلاترال ها نمیتونه به مریض کمک کنه، یعنی اون عرضه ای که باید داشته باشه رو نداره و بیمار دچار مشکل بشه. مرسی، ممنون از توضیحاتون. پس کلاترال ها خوب هستن ولی تمپرری هستن، موقت هستن، و اگر زمانی که ما نیاز به حالا یه ورزشی یا به قولشون بیل زدن یا هر چیزی داشته باشیم نمیتونیم بهشون اعتماد بکنیم و این تضمین رو به ما نمیدن که این کلاترال ها بیان یه پرفیوژن خوب ایجاد کنن. ولی استنت که دیگه خیالمون راحت هست، حالا اگه نگیره اگه کلاپ نبنده خیالمون راحت که قراره یک در واقع پرفیوژن خیلی خوبی رو به مریض برسونه. پس کلاترال ها اگر از سمت چپ درگیر باشن سمت راستی ها معمولا کمک میکنن و یا برعکسش و ممکنه حتی الیدی به سیلیک سومت کنی موارد رو هم داریم. این چپ به چپ کمک کنی شریان هایی هستن که میان کم کم تشکیل میشن و خدمت رو هست کنیم که آنجا چند کلاترال هم با هم ببینیم. الان نگاه کنید این یه RCA بودی که یه لانگ استنت هم داشته، خب استنت خیلی بلند داشته، کات شده، اومده چی شده؟ از LED داری شاخه های کلاترال هستن، از LED دارن به شکل رتروگرید چی میشه؟ پر میشه از زیر، RCA داره پر میشه، اومدن سمت چپو که میزنن از این زیر پر میشه. و یا اینجا رو نگاه کنی RCA از طریق کلاترال اومده چی کرده؟ داره به LED رو ببخشید داره LED رو چی میکنه؟ خون رسانی میکنه. یا حالت های دیگه هم وجود داره. اینجا باز نگاه کنید دوستان اینجا اومده شما سمت چپ رو زدین درسته RCA داره پر میشه این تصویر چیزش هم گذاشته خیلی جالب بوده من توی مقاله دیدم. نگاه کنید وقتی که ماده حاجب رو میزنه تمام آورت و شریان پولموناری هم بگید پر ماده حاجب شده. خب این چی نشون میده؟ نشون میده داره میره یه سمت دیگر رو هم خونرسانی بکنه پر شدنش، یعنی فقط پر شدن در واقع خدمت رو عرض بکنیم که سمت چپ مطرح نیست، این پر شدن خدمت رو عرض بکنیم آورد باعث میشه شریان پولمونایی هم چی بشه؟
پر ماده حاجب بشه و به سمت راست هم کشیده بشه. ببینید راست هم پر شده با اینکه کات شده. اینجا هم دوستان نگاه بکنید، در واقع RCA رو زدن، خب RCA زدن و داره از پایین چیکار میکنه؟ LED رو خونسانی میکنه. نشانه کلاترال LED کات شده، LED کات شده و داره از اینجا بهش خونسانی رو انجام میده. آره دیگه، بعضی کلاترال ها ویزیبلن، بعضی ها نان ویزیبلن یا این ویزیبلن. یعنی چی؟ یعنی که شما بعضی وقتا کلاترال ها رو میبینی که داره راست چپ خونرسانی میکنه، گاهگداری معلوم نیست اصلا کلاترال رفته داخل شریان، ببخش داخل عضله، اصلا مشخص نیست و اونجا هست که شما فقط میبینی وقتی سمت چپ رو داری اینجکت میکنی سمت راست هم داره پر میشه و این نشون میده که جزء اینویزیبل کلاترال ها هستن. یعنی کلاترال وجود داره اما مشخص نیست، توی آنژیوگرافی ما نمیتونیم ببینیم. اینجا ببینید شما کلاترال مستقیم میبینی مسیرشو، ولی اینجا رو نمیبینی، فقط میدونی که سمت دیگه‌اش داره پر میشه. خب باز هم اینجا این کلاترال ها خیلی جالب بوده آوردم براتون. نگاه کنید این RCA بوده، بعد یک کلاترال به LCX زده. ببینید اومدن از این بر زدن LCX رو، نگاه کنید LCX رو زدن، LCX اینجا کات بوده، خب یه گاهی هم براش گذاشتن، LCX اینجا کات بوده، بعد RCA از این محل چی شده؟ به LCX وصل شده. RCA که از بالا زدن کاته، ببخشید LCX رو از بالا زدن کاته و RCA رو وقتی میزنن LCX رو داره پر میکنه. نگاه کنید این هم جزء عروق کلاترال هست. خب اینجا اومده داره در واقع بیمار پوستی ویژی رو نشون میده، بیماری که مثلا لیماش رو زدن. نگاه کنید آنژیوگرافی لیما هست، آنژیوگرافی رو، این آنژیوگرافی RV هست، ببخشید RA هست، رادیال آرتری دیگه. میدونید که ما از سه منبع برای در واقع گراف گذاشتن استفاده میکنیم، یا از لیما و ریما استفاده میکنیم دو تا خواهر، یا از آروی استفاده میکنیم، رادیال از رادیال میگیریم. خب اونیا رو هست از رادیال میگیریم که خیلی کمتر استفاده میکنن، خیلی کم است. من نمیدونم سبزوار چی کاری میکنن، سبزوار آر این نمیکنن، من ندیدم تو سبزوار. من تهران دیدم، بله من تهران دیدم، موقع دانشجوی ارشد بودیم تو دانشگاه تهران بیمارستان امام دیدم، دو مورد هم بیشتر ندارم، خیلی کم. یه پزشکی بوده یادم رفت اسمشو، خیلی هم مسابقه بوده، ایشون واقعا انجام داد. عبدالرحمن هم یه بار انجام داد. بسیار عالی. بعد بعد شما اوپن بعد یعنی روتینش بوده؟ نه، اولی بسید بگی من چی کارم؟ از دستش بیدارم کنم. چون شریانی هست، چون شریانی هست، ارزش داره. توجیهش چیه؟ خب وقتی هم میشه از... نه، چون توجیهش... یعنی چون اون میگید ورید این شریان هست. برای خیلی فرق دارن، برای خیلی فرق دارن. میزان خونده ایش و حتی گرفتگیش هم مادمی خیلی فرق دارن. شما نید لیما رو با یه اسویجی مقایسه میکنید. ولی خب ما یه دونه لیما بیشتر نداریم دیگه، یه معمولا هم LED میزنیم و خب SVG رو چند تا میتونه پیدا کنی، ولی RA رو هم چکار میکنم، رادیال رو هم، رادیال آرتری رو هم میزنم، ولی خب میگم خیلی چیز روتینی نیست. و این هم شریان SVG دوستان، پس این شد لیما، این شد RA، این هم شد شریان SVG که شما اینجا میبینید همون سیمی بسید گرفت هست که میان از ما میگه. این هم شریان راموس دوستان تو 37%، منابع بعضی میگن 20 تا 30%، یه جای من دو سه جایشون عدد 37 رو شنیدم، من 37 رو معمولا میارم، معمولا 37% آدم ها شریان دقیقا بین LED و LCX دقیقا یه خونه این برتر اوریجینش از لفت بله بله از بین این دو تا باشه از لفت بین میاد دیگه، یه خونه این برتر این برتر باشه دیگه اسمش راموس نیست، یا میشه دیاگونال یا میشه او ام، ولی دقیقاً از وسط بیاد میشه شریان راموس. این هم ببینید شریان راموس از وسط اومده، شریان راموس اسلام این هم میگه تریفورکیشن. تریفورکیشن یعنی شما سه تا شاخه دارید دیگه، سمت چپ دو شاخه ای نیست، بایفورکیشن نیست، تریفورکیشنه. و باز هم اینجا شریان میدیان رو دارید، راموس میدیان راموس رو دارید. آها اینجا الان مثلا اینجا رو نگاه کنید، این لفت مینه که خب تنگیش مشخصه، اوکی این الیه، این یکی چون دقیقاً از وسط نیومده خب دیگه اسمش راموس نمیذاریم، این میشه او ام، خب این میشه او ام، پس باید حتما از وسط باشه اسمش بذاریم راموس. خب با دستگرفتان که گفتم یا اس وی جی هم یا لیما هم یا آر ای هم، این هم یه اس وی جی رو شما میبینید
کلا آنجوی در واقع پرسی اینجوی یه خود سخت تره دیگه باید این باید مسئله رو پیدا کنید و ببینید کجا زدن در لینن این اسفیجیه کاملا صاف وقتی باشه، نرم وقتی باشه بدون هیچ پچی باشه میشه اسفیجی اگه پچدار باشه میشه دیما فرشونه حتی آناتومیش هم کاملا مشخص نیست کجا اگه حالت پچدار داشته باشه مثل اینجا که داشت کلیپس داشته باشه آره ببینید اینجا ببینید این حالت کلیپس داره پچ داره به اینا میگیم در واقع قسمت لیما هست ولی اینا که صافن اسفیجی هست اینجا ببینید باز همینجا شما میبینید لفمین رو و شریان رو لیما به LED زده اینجا هم دیباوی محل اتصالش دوستان میبینید این محل اتصالش اینجاست همون جایی که خونریزی میده بچه های اوپن آرت مجبورن که 24 ساعت 48 ساعت مریض رو چک بکنن این هم اونجا رو میبینید دوستان تنگی شدید خود شریان لیما هست خود لیما ممکنه تنگ بشه چون مسیرش رو عوض بکنن مسیر فلوش تغییر میکنه احتمالی که دچار تنگی بشه تو دارد عادی لیما خیلی کم پیش میاد تنگ بشه ولی وقتی مسیرش عوض بشه دستکاری بشه احتمال تنگی وجود داره لیما هم وجود داره لیما این بریه رایت اینترنال مموری آرتری اون وقتی بود لفت اینترنال مموری آرتری شریان پستانی داخلی چپ این میشه شریان پستانی داخلی راست ریما رو معمولا با آرسیه میزنن به جای دیگه نمیزنن به خاطر اینکه دسترسیش به آرسیه خیلی راحت تره معمولا ریما رو خیلی کم میزنن خیلی کم میزنن برخلاف لیما که همیشه یک پای ثابت سیگیجیه ریما خیلی کمه ولی اگه بخون بزنن به آرسیه میزنن این هم میبینید ریما رو اومدن گرفتن به کجا زدن به الان قسمت تقریبا دیستال RCA زدن که اینجا در واقع PDH هست خب اینجا هم داره نشون میده که یه SVG کلن کلات شده یه بسته شده و کلوت شده این SVG زدن ممکنه SVG هم چی بشه یعنی گرفتی که زدن هم بسته بشه داره این داستانش تو کجا مشخص میشه؟ اونجا که میگن آیا PCI انجام بدی یا CBG انجام بدی؟ PCI or CBG که جنگ بزرگ بین اینترونشنیست ها و جراح های قلبه که آقای بدرین هم خیلی بیشتر میبیننش من یکی دو مورد حتی شاهد دیگه نظیم یقی همو بگیرم اومده آقا این باید CBG بشیم معمولا اینترونشنیست ها برای اینکه یه خود طبیعتاً بحث پولیش هم مطرح این مریضاشون که تیرسه میدن و واقعا حقا باید این مریض سی ام جی میشد حقا باید سی ام جی میشد معیار داریم توی زمینای خود بله بله سی تکس اسکور داریم بله ولی خب اکثر مریضا میان به سمت پی سی آی چرا چون خود مریض دوست نداره که استرومش باز بشه و بالاخره میترسه از عمل و جالب اینه که در کشور ژاپن میگن اصلا مردم این اعتقاد رو دارن که اگر کسی سینه‌اش شکافته شد این دیگه رو از بدنش خارج میشه و کلا سی ای جی در ژاپن مرسوم نیست فقط پی سی آر درسته بله خب این که مسئله ای هست که مردم اعتقاد دارن یه طرف میترسه چون میری بالا سر مریض میگی که رگت گرفته اینترونشنیست هم هستی میگی چیکار کنم الان برات میگی خب باز کن دیگه چیکار کنی رگ گرفت باز بشه دیگه آپشن بعدی رو نمیدن مریضی که مثلا تریسل باشه جای خوبی هم گرفته نباشه و خب آپشن بعدی چیه؟ آپشن بعدی سی ای جی که ممکنه حتی 10 سال بیشتر کار کنه برات. یعنی آمارها اینو میگن که بیماری که سی ای جی مثلا سینتکس اسکور شده فردا باز نمونه سینتکس بیشتر حرف میزنیم بالا هست مثلا 35 40 هست سینتکسش خب این مریض احتمال این که با یه سی ای جی حتی 10 سال بیشتر کار بکنه گرفتاش تا استنت خیلی بیشتره حتی استنتایی که الان دیلوتدن یعنی دارو دارن خب برای همینه که باید این در نظر بگیریم بله طرف من عمله باشم اون لحظه برم نوها تو تریوسلی چیکار کنم برای رگا رو باز کنم خب من اگه آپشن بعدی رو بلد نباشم و یا عوارض و عواقبش حالا عوارض که نگم عواقبش رو من میدونم اگه سی بی جی بشم شانس این که 10 سال بیشتر گرفتام کار بکنه دچار ریستنوزیس بشم کمتره تا اینکه بیماری که استنت میشه و طبیعی هم همینه سی بی جی درمان استاندارد‌تریه ولی خب ما میدونیم چه مدل عوارض هم داره تا حالا مسائل اعتقادی هم که مثلا ایشون فرمودن در ژاپن اینجوری هم هست این مسائل هم وجود داره ولی خب داستانش خیلی پیچیده هست و به نظر من یه خورده اینترونشنیست ها ناحقی دارن میکنن تا
طبیعی هم است. چرا؟ چون مریض که آنژیو میشه ما اول زیر دست اوناست دیگه، اونها راحت‌تر میتونن توجیه کنن و مریض رو بکشونن سمت خودشون. کاملا مشخصه جراح بنده خدا نیستن، فقط باید بهشون در واقع مشاوره بدن دیگه، آقا بیا ببین حالا این دیگه ما نمیتونیم استنت بذاریم، این نمیدونم خیلی دیگه مثلا حالا پروگزیمال دلمون نمیاد، این دیگه تورتوسیتی داره، اون نمیدونم فلان داره. خب برای همین من بیشتر حق به جراح میدم، نه کامل، ولی به نظرم سی بی جی برای بیمارانی که دیگه سوپر تریوسینن باید انجام بشه، هرچند که الان باز به نسبت بهتر شده و بیشتر درک میکنن این موضوع رو، ولی خب اینجا بیمار هم میگم بیمار رو الیدی هم استنت میذارن دیگه، نه الیدی هم اینجا استنت میذارن. چون من خیلی که مثلا یادم میاد 12 سال پیش، 12 سال پیش دقیقاً، خب خیلی مقاومت میکردن پزشکا به گذاشتن استنت توی لفت مین، دقیقاً 12 سال پیش تهران که بودم خیلی مقاومت میکردن و جز چون توی برونوال دقیقاً نوشته بود که درمان استاندارد ما سی بی جیه. خب ولی الان دیگه لفت مین چه گفتم لفت مین، ولی الان دیگه دیدگاه عوض شده. چرا؟ به دلایل مختلف، اینترونشنستامون حرفی تر شدن، استنتامون بهتر شدن و تکنیکامون بهتر شدن. بله باشده الان دیگه اون حساسیت هم نسبت به لفت مین نداشته باشم، من خیلی از اوقات هم لفت مین رو چکار میکنم استنت بذارم. اگه تو مارکت خصوصی باشی که 98% استنت دارم. بله تو مارکت خصوصی؟ بله بله من از 98% مریضو رو استنت بذارم دیگه، اونا به سی ای وی جی نمیدن معمولا. اون که دیگه واضحه دیگه چرا نمیدن، تو مریض اونجا بده کلن استنت. آره اون که اصلا کار نمیکنه. حالا با تو میشه بحث کنم دولتی، ولی خود خصوصی هم دیگه طرف واقعا حالا اسمش هست بیمارستان، ولی یه جایی به بیزنس دیگه. آره. شما تو بیزنس دنبال سودی بیشتره. البته اولا توجیه هم داره آقای بزرگ، چون مثلا میگم که من این تریسر سه تا استم براش میذارم. بله. خب آپشن اینو از دست نده، نهایتا آقا اگه دوباره ریفتون شد میری سی ای بی جی. درسته؟ ولی اگر رفتی گرفت زدی به الیدی، الیدی مثلا از اون نایه پروگزیمال کات شد، لیمای بسن چون لطر اینه دیگه، شما زمان که بزنی حتی اگه فلو خوبی هم داشته باشی یا لیمای کات میشه یا الیدی کات میشه. بعد هم که برگرده مثلا اسپیجاش میگید دیگه عملا رو نیتی بشه هم نمیشه کار کرد. چرا؟ چون اونا دیگه فلوش کم شده و بالاخره اون استنوزش بیشتر. خب من توجه کامل قبول ندارم. شما از کجا میدونید اینکه بیمار سه تا استن میزنه بعد دفعه بعدی با آیفیدمای برمیگرده؟ شما الان که میتونی یه درمان استانداردتر بزنی و تازه این یک مسئله، اولا از کجا میدونید مریض دوباره با آیفیدمای برمیگرده؟ شما میگید نهایتش، این نهایتش مهمه، نهایتش بگید تا کجا نهایتش بیمار یه بیش بیفته و تازه بیماری که قطعا دوباره ریستروزیس میشه احتمال موفقیت تو سیویجیش کمتر میشه، تازه اونم که 10 سال گذشته عمرش هم بیشتر شده. سه نکته مهم دیگه اینه که اینو خیلی تاکید دارن، میگن شما که قرار اصلا بحث اتمان همینه، میگن شما استنت میذاری برای 100 تا بیمار، درسته؟ این 15 سال کار میکنه ولی سی ام جی میکنه 25 سال کار میکنه. خب منطق پس چی میگه؟ میگه بیشتر برو به سمت سی ام جی. منطق اینه، منطق آمار میگه وقتی که از 100 تا بیمار اکثرشون 15 سال مثلا استنتاشون عمر میکنه یعنی که نمیگیره، تو سی بی جی 25 سال. خب منطقش اینه بری سمت سی بی جی، یعنی به نفع این هست، حتی اول اون جایی که دیگه مثلا سوسوی بری اون سمت. خب ولی خب یه زمانی هست که من میدونم که این بیمار حالا شرایط دیگه مطرحه، یه بیماری مثلا 85 سال سن نشه، یه بیماری ایف خیلی پایین داره نمیتونه بره تا عمل، ولی شرایط دیگه اصلا یکی از لحاظ مالی من نمیدونم حالا هزینه های پی سی آی سی بی جی چطوریه، یکی نمیدونم. خب هزینه مثلا فعلا خیلی مهم نیست، چون من یادم میاد که قبلا سی بی جی خیلی بیشتر بوده، قبلا 15 سال پیش خیلی بیشتر بوده، ولی الان خب الان فهمان تقریبا یکی هم خیلی خواهم بگه. تو دولتی هم همه دیگه نه؟ تو خصوصی ها یکی هم؟ نه تو دولتی هم همه نه نه همین تو دولتی یکیه تقریبا. خصوصی چه داره؟ تقریبا یکی. خصوصی هم تقریبا یکی، پس فرق نداره خیلی تفاوت. آره ولی خب طبیعتا به قول ایشون اینترنشن نیست چون زیر دستشون که خصوصی رو اکثرا میدن برای پی سی آی. آره میشه هیبرید عمل کرد دیگه. آره هیبرید هم عمل کرد، ما میشه هر دو حالت داشت، موارد هم داریم که هم خدمت عرض بکنیم که در واقع هم پی سی آی عمل بکنیم هم سی وی جی بیمار داشته باشیم. این حالت هیبرید، این حالت میگه هیبرید.
ولی خب این خب برای همین ما رو نمیتونیم به شکل وسیع در نظر بگیریم هیبرید رو، هم تحت PCI قرار بگیریم، هم CBG. ولی خب در نهایت این داستان خیلی پیچیده، هیچ وقتا تمام نمیشه، چون یه اینترنشنالیست میگه آقا هم من به نظر من این کار اینجوری میخواد، ولی به نظرم بهترین گزینه آماره. شما باید به آمار مراجعه کنید که آمار چی میگه. از هزار تا مریضی که تو این مثلا 5 سال اخیر CBG شدن با تریگلیسیرید با این شرایط، کدومشون بیشتر عمر کردن، کمتر دچار استنوزیس شدن و توی PCR چه اتفاقی افتاد؟ این به نظرم بهترین گزینه است. خب فکر کنم دیگه گزینه ها چیزامون تموم شده. این هم استنوزیس هایی که خود SVG داره. این دو اسلاید هم خدمت رو نشون بدم. SVG تنگی داره اینجا و تمام دیگه. خب دست دو کنم کنم